نشست علمی روزانه آیت الله العظمی صادق حسینی شیرازی روز چهارشنبه 29 شوال سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حکم فردی که منکر وجوب روزه یا هر واجب دیگری شده فرمودند، چون این افرادی مرتد محسوب نمی شوند و هم در موضوع و هم در اجرای احکام ارتداد در خصوص چنین افرادی اشکال وارد است، چرا که ادله ارتداد منصرف از این گونه موارد است. معظم الله در ادامه فرمودند اجرای احکام شرعی از جمله ارتداد دارای شروطی است که معمولا شروط آن تام نیست، لذا ارتداد شامل بسیاری از موارد نمی شود و همچنین نسبت به اجرای احکام مربوط به آن اشکال وارد است. ایشان همچنین تاکید فرمودند در زمان پیامبر اکرم بسیاری از افراد مرتد شدند و مانند منافقین حتی به آن حضرت بدترین دشنام ها را می دادند، اما رسول خدا برای هیچ کدام از آنها احکام ارتداد را اجرا نکردند و حتی در زمان امیرالمؤمنین هم کسانی با آن حضرت جنگیدند و اگر می توانستند مانند ابن ملجم حضرت را به شهادت می رساندند، اما امیرالمؤمنین هم احکام و حدود را در مورد آنان جاری نکردند. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. قیود داره، مثل اقم صلات لدلوک شمس، شرطش طهارته، شرطش استقباله، شرطش استقلاله. حالا یه بحثیه، بعضی فرمودن این را، اما نه غیر از این که به ید الامامه شروط داره که روایات هم داره که موجب زده شدن مردم حتی کفار زده از اسلام نشن، لولا انی اکره ان یقال، که پیغمبر صلی الله علیه و آله چند جا فرمودن. مقتضای اطلاقات اینه که بله، اما همین وقتی که لولا انی اکره داره، وقت عمل معصوم هم حجت مثل قول معصوم وقتی که اجرا نکردن در این نظائر این موارد، وقت ما میگیم که نه، حق نداره فقیه اجرا کنه. نور شمسی هست، شهر همه چی انجام میداده، اما الان همه اعمال و ملتزمات امالی رو دست برداشته و حتی منکر پیغمبر و الهل و بدان از سبیل بالله عیمه مسلمین فقط میگه من خدا رو قبول دارم، هیچ کس دیگه قبول ندارم و از اون طرف هم ملتزم نوازم عبادی هم نیست، این مرتده یا نیست؟ این را من عرض کردم توی کتاب ها هست، مرحوم اخوی رضوان الله علیه تو الفقه مفصل نوشتن این را که اگر یک جریان شبهه‌ای شد در مسلمان ها، این سبب شد یه عده مرتد شدن، نه اینکه یه نفر، نه یک جریان شبهه شد، مثل زمان حضرت امیر علیه السلام که هزارها مرتد شدن، مثل زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و آله که هزارها مرتد شدن، همین منافقین. اینا چون پیغمبر صلی الله علیه و آله حضرت امیر صلوات الله علیه احکام مرتد را بر اینا جاری نکردن، وقت ما میگیم عملشون حجت مثل قولشون، نه نباید اجرا کرد. نه بله 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 بله، اگر یک جریان ضلالت شد، مثل که زمان پیغمبر و حضرت امیر هر دو شده. آره خب، نه اگه مرتد نیست که هیچی، بحثی نیست. نه حتی اگه مرتد باشه، اگه یک جریان ضلالت شد، نه احکام جاری نمیشه.